من نمیتونم امید بفروشم، من نمیتونم دروغ بفروشم، من چیزی که به نظرم باید یاد بگیری. راه حل عادیش چی بود؟ رأس سهمی دو تا مجهول به من میده. یکی این که یه نقطه ای از سهمیه پس توش صدق میکنه، یعنی به جای ایکس ها منفی یک بذارم ایگرگش مساوی 9 میشه. طول رأس سهمی منفی به روی دعاه، اینو یادت باشه، خیلی مهم، خیلی مهم. بچه این چیه؟ تابع درجه اول، تابع درجه دوم، تابع درجه سوم. امروز ما در مورد معادلات اینا حرف میزنیم، خیلی هم مهمه. تابع درجه اول، درجه یک، تابع درجه دو و تابع درجه سه. تابع درجه یک فقط ریشه داره، ریشه داره. تابع درجه دو رأسش از همه مهمتره، تابع درجه سه عطفش از همه مهمتره. شاید بعضی که حالا واردترن بگن نقطه عطف حذف شده. اولا تو رشته ریاضی هنوز هست، تو تجربی هم حذف نشده، اسمش نیست، عملا هست. ریشه درجه اول میشه منفی ب به روی یک آ. یعنی وقتی مساوی صفر قرار میدی میره اونور، میشه آ ایکس به اضافه ب مساوی صفر. ریشه یعنی مساوی صفر قرار بده. آ ایکس میشه منفی ب، ایکس میشه منفی ب به روی یک آ. رأس درجه دوم میشه منفی ب به روی دو آ. عطف درجه سوم میشه منفی ب به روی سه آ. ریشه درجه اول، رأس درجه دوم، عطف درجه سوم. پس وقتی رأس درجه دوم منفی ب به روی دو آست و نقطه رأس رو به من داده تو صورت سوال، من میام چیکار میکنم؟ من میام میگم آقا گفته منفی 1 و 9، دیگه نقطه صفر هم نداده که سری سی به دست بیاد. منفی 1 و 9 دو تا برا من علامته، یکی این که منفی ب به روی دعا یعنی طول رأس سهمی شده منفی 1، دومین علامتش برای من اینه که ایشون صدق میکنه، منفی 1 و 9 صدق میکنه، یعنی آ در منفی 1 بتواند و ب در منفی 1 به اضافه سی مساوی 9. و یه نقطه دیگه هم به من داده، نقطه 3 و 1، نقطه 3 و 1 هم صدق میکنه، یعنی به جای ایکسات بذار 3، میشه 9 آ به اضافه 3 به اضافه 3 مساوی 1، میشه 3 معادله 3 مجهول. من 3 معادله 3 مجهول بلد نیستم، باید تبدیلش کنی به 2 معادله 2 مجهول. چجوری؟ تا همین الان اینکه بچه نوشته مگه عطف حذف نشده؟ این فکر کنم بعد از اینکه جمله رو من گفتم نوشته. منفی ها با هم میرن پس ب مساوی دعا میشه. حالا اگر من به جای ب هام بذارم دعا، میشه 2 معادله 2 مجهول. نظم میخواد، این تو کنکور این کار ساده ایه، ولی تو کنکور نظم میخواد، تمرکز میخواد، دقت میخواد. بچه چجوری تمرکزمون روز کنکور عالی باشه؟ چجوری تمرکزمون بهتر؟ یه لحظه فکر کنید، یه سوال خیلی مهم. جلسه بالاخره جلسه اوله دیگه، یه ذرم چیزای مهم کلی بهتون بگم. نه، نوشته تمرین، تست. چی تمرکزمون رو بالا میبره؟ همه تمرین میکنن دیگه. مسلط باشید. آفرین آفرین فرشته، مسلط باشی، مسلط باشی، آفرین. استرس نداشته باشی. چی باعث میشه که ما مسلط بشیم؟ آفرین. روحیه خوب. چی باعث میشه که روحیه‌مون خوب باشه روز کنکور؟ آرامش داشته باشیم روز کنکور، استرس نداشته باشیم روز کنکور. چی باعث میشه؟ چی باعث میشه که تسلط داشته باشیم و بعد بتونیم از اون تسلطمون استفاده کنیم؟ دعای پدر و مادر؟ یا ابوالفضل داداش Are you kidding me؟ اون که قطعا لازمه برای اینکه نفس بکشیم. این 2 ماه آخر تمام توانمونو بذاریم. فقط یک جمله بهتون گفتم، یه فرمول بهتون یاد دادم. نه تلاش نه، ببین تلاش نه،
خیلی فراتر. این دو ماه آخر تمام توانمون رو بذاریم. روز کنکور با خودمون میگیم که آه خداوند میگه توبه کاران رو میگه توبه کردی برگرد. روز کنکور ذات ما یه ذاتیه که توبه رو با تمام وجودمون قبول داریم. خداوند اینجوری ما رو آفریده. درسته من قبلش کمکاری کرده بودم ولی توبه کردم، دو ماه آخرم تمام تلاشم رو کردم، الان از خودم توقعم به اندازه دو ماهیه که درس خوندم، پس هرچی که